صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری هم اینجا با ما حضور دارن خیلی خوش آمدین و سپاس از اینکه وقت گذاشتین آقای صدیقی بارد این به رقابت های انتخاباتی خود حکومت هم بود و یکی از تکت های با حاکم بودن چقدر از این روند راضی هستین و این چی چگونه یافتین؟ بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما خدمت همکار عزیز ما سلام و احترام و خدمت مردم یک پروسی فوق مهم، یک پروسی ملی و حکومت افغانستان بسیار تلاش کرد که چند کار مهم را انجام بده تا از یک طرف این انتخابات برگزار شود از طرف دوم نگرانی ها و تشویش هایی را که مردم داشتند نسبت به انتخابات او برطرف شود و در پهلوی ازی او مسائل را ثابت ب... غلط ثابت بسازد که همواره تلاش کردن روی زی که انتخابات برگزار نمیشه در افغانستان حرف ما متوجه شما را زیادی از سیاسی ما بود که اونا این مسائل مطرح میکرد که ضرور نیست انتخابات برگزار شود نیاز به حکومت مقت است نیاز به انقطاع است در نظام ما و غیره و غیره این سایه های تاریک بود که ما مزرد که یک مقدار وضعیت دگرگون ساخته بود از نقطه نظر افکار آمد از نقطه نظر ای که در میان مردم شک و تردید پیدا شد نسبت به این پروسه حکومت بسیار تلاش کرد که هم پروسه صلح و هم آمادگی بر انتخابات همزمان پیش ببره و شک و تردیدها را دور بکنه و بالاخره ما امروز شاهد برگزاری این پروسه مهم شایم که انتخابات است آمادگی ها از طرف حکومت افغانستان بیشتر بود در بخش امنیت شما میفهمین که امروز نیروهای امنیتی تان، امنیتی ما تانستن که او پلان تطبیق کنن یعنی موارد زیاد ناامنی را در گوشه و کنار افغانستان دفع کردند کردن و از این پروسه <coughs> راضی گونه که بله، بله. بدون شک شما هم پیگیر بودین بله. از این روند و چالش های وجود داشتن طبعاً،, طبعا بدون شک چالش ها بسیار زیاد بودن یعنی لیست لست چالش ها تا رسیدن به این روز بسیار طولانی است چالش های سیاسی بوده چالش های تکنیکی بوده او حکومت از یک طرف رئیس جمهور کاندید بود از طرف دیگر رئیس جمهور افغانستان بود و در برابر قانون اساسی مسئولیت داشت ای پروسه عملی شود و انتخابات برگزار شود اما توان چالش ها هم داریم امروز ما شاهد از بودیم که پوچیدید تا این چالش های که شما برخوردین در وقت رای چی چیا بود خب یک مسئله امنیت بود که به فضل خداوند بر اکثریت مراکز رای امنیت گرفته شد به طور مثال از 4900 چند مرکز تنها 468 مرکز بود که متاسفانه مشکل داشت اما در اکثریت مراکز امنیت گرفته شد یکی از دغدغه‌ها ها و نگرانی های ما همی بود که چون طالبا به گونه علنی ای پروسه را اختار داده بودن و دشمنی خود با ای پروسه اعلان کرده بودند. اما با فضل خداوند نیروهای ما تانستن که جلو هم لحوار بگیره و مسئله دیگه مسئله تکنیکی خود های محترم است حکومت یعنی از نقطه نظر تجهیزات از نقطه نظر امکانات مالی بسیار این بار تلاش کردیم که مشکلات مالی این کمیسون حل شود قوانین بسیار خوب را داشتیم این بار قوانین انتخابات به تعارم سال و خود کمیشنر ها کمیشنر سایبا هم از یک پروسه بسیار شفاف که تمام کاندیدای ریاست جمهوری داخل بودن اونا گزینه شدن و این پروسه را پیش میبرن اما طبعا در جیران روز مشکلات تکنیکی وجود داشت اما اون مشکلات تکنیکی به باور ما در حال حاضر نمیتونه که کل پروسه را زیر سوال ببره همکاران ما از صبح زود به محلات رایدهی بب... رفتند و گزارش هایی که به ما رسیدن جدا از این مشکلات تکنیکی که وجود داشت به میزان اندک مردم بود باور شما چیست در خب اندک گفتن یک مقدار به نسبت به انتخابات گذاشته و انتخابات خب سال پار میشه که یک مقایسه آدم بکنه نظر به انتخابات سال گذشته که پارلمانی بود و امسال ما هم شنیدیم که میزان مردم یک مقدار کمتر است اما بگذاریم به نتایج و خود آمار و ارقام کمیسیون ها کونا چی میگن یک حدس گمان و بررسی خود نهادها میست که یک مقدار کم است به گونه نیست که ما توقع داشتیم که بسیار سرتاسری باشه و اکثریت کسایی که راجستر کردن باید بیاین و رای بتن خب دیده نمیشه که به او ترتیب باشه اما مهم همیست که انتخابات امروز برگزار شد در حال برگزاری هستیم و شما زیادی از مردم توانستند که اشتراک کنند اما دقیق آمار ارقام باید کمیسون ها بگویند که تا چی هده میزان اشتراک مردم در پروسه بوده با وجودی که متضمن شفافیت انتخابات به دزگاه های بایمیتریک پنداشته میشد که با چالش های برخورد مردم انگام رایدهی و به همچنان فهرست رایده اندگان هم ملی ملی و تصامیم تازه خاص شد از طرف کمیسیون که در لا روز اعلام کردن شما چقدر از شفافیت و از کارگیری همین دزگاه ها رضایت دارین و آیا کار میتونیم. خب یکی از اهداف مهمی را که حکومت دنبال میکرد تا رسیدن به روز انتخابات و روز انتخابات مسئله شفافیت و سرتاسری بودن انتخابات است رئیس جمهور افغانستان پیوسته به کمیسیون ها ایرا بسیار واضح کرده که تقلب قابل قبول نیست مشکلات بزرگ تکنیکی قابل قبول نیست و شما آنچه که ضرورت دارین باعث تجهیزات تسهیلات حکومت برتان فراهم میکنه بر اولین بار بود که حکومت افغانستان بیشترین هزینه ای پروسه را به دوش گرفت و در پلوی از این خب مسئله مدیریت کمیسون یک طرف قضیه است مشکلات تکنیکی که امروز ما داشتیم از سیستم بایومتریک یک سیستم بسیار نو بود موضوع دیگه است مسئله لست است اینا همش باید در یک موقع مشخص و مناسب کمیسون باید به او بپردازه اما یک چیزی که متفاوت بود این بار بایسک شهروند میخوایم او را بگویم این بود که کمیسون یا کمیشنرها این،, این امروز چند بار روی چالش صحبت کردن و یک رای حل برش خواستن پیدا بکنن به ویژه مسئله استیکر ها مسئله خود نام که در لست و سیستم بوده کی متفاوت از با گذشته کمیسون باز بود کمیسون به شکایت مردم گوش میکد و کمیسیون تلاش میکرد که او را حل بکنه اما ما هنوز هم در ساعات اخیر این پروسه هستیم پروسه تمام نشده روز پایان نیافته که دیده شود که میزان این چالش ها و مشکلات تکنیکی به چی حد است این صرف کسایی میتونه که اونا مسئولیت داره منظورم از ناظرین است منظورم از کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی است و نهادهای دیگه ای که مسئولیت داره تا از ای پروسه اونا نظارت میکردن خب بحث مدیریتی به برگزاری امروز انتخابات به یک طرف اما شما که یکی از اعضای تیم و حاکم هم هستین نگرانی های در مورد تقلب و مهندسی شدن انتخابات مال. از طرف یک شماره سیاسیون و حتی نامزدان مطرح می شد. فکر میکنین که تا چی حدی تا فیلحال ارزیوبی های شما چی نشان می که به رضایت دارین و قابل قبول خواهد بود فرایند این انتخابات و آیا متوجه کدام تقلبی هم شدید؟ خب بر رئیس جمهور بعیش رئیس جمهور مسئله شفافیت پروسه که از اولویت اصلی بوده. امروز هم در سخنرانی خود وقتی که رای دادن گفتن که کمیسیون هایی که مسئولیت دارن در قسمت نظارت افراد و اشخاص و نهادهایی که مسئولیت نظارت دارن اونا باید از تقلب جلوگیری بکنن نگذاره کسی را که این پروسه را بدنام بسازه دار بسازه و حتی تقلب جرم خواندن خلاف اصول خواندن یعنی رئیس جمهور بسیار جدی است و بالای کاندیدا چند بار صدا کرده که شفافیت برای همه گی باید اولویت باشه ما نگذاریم حلقات و افراد اشخاصی که اونایی پروسه رو بدنام بکنه در پهلوی از این نظارت بیرونی هم بوده نزدیک به 23 نهاد خارجی یا بین المللی اونا از این پروسه نظارت میکنه در پهلوی از که هر کاندید به هزارها نفر ناظر داره در این پروسه شفافیت برای همه گی مهم است برای رئیس جمهور بسیار مهم است رئیس جمهور یگانه تاکیدش به می بوده که شما هر آنچه که در اختیار دارین انجام بدین که این پروسه بدنام نشه و زمینه برای تقلب زمینه برای کمکاری یا خرابکاری در این پروسه کمتر باشه ما باید داریم دارم که در آخرین جلسه که رئیس جمهور با تمام کمیسونا و اعضا و نهادهای دولتی داشتن تاکیدشان بیشتر روی بود که هیچ کسی پروسه را باید بدنام نسازه و مانع و جلوگیری از تقلب جلوگیری باشه سپاس آقای صدیقی که وقت گذاشتین و برنامه حضور پیدا کردین